نسل ما نسلیه که توش بازیای کامپیوتری از یک تک سلولی یعنی تک پیکسلی تکامل پیدا کرده به بازیای بسیار پیچیده امروزی. یادم خیلی کوچیک که بودم روی کامپیوتری که اسمش کامودور بود که در من فقط یک کیبورد بود که به تلویزیون وصل می‌شد و برنامه‌هاشم روی نوارای کاست ضبط می‌شد و باید اون رو تا یه جای خاصی پخش می‌کردی که اون برنامه لود بشه، بازی که می‌کردیم خیلی لذت می‌بردیم. لذت هیجان تکون دادن یه موجود چند پیکسلی و فرار کردن از یه موجود چند پیکسلی دیگه خیلی بیشتر از اون چیزی بود که شما الان از بازی کال آف دیوتی و امثال هم تجربه می‌کنید. بعد بازی کامپیوتری تکامل پیدا کردن و از اون موجودات چند پیکسلی رسیدن به یه سری شخصیت‌های کامل که یه تحول خیلی عظیمی بود در اون موقع. انیمیشن‌های این شخصیت‌ها اون موقع همه با دست طراحی می‌شد و یه سری حرکات و یه سری عکس‌العمل‌های محدودی از خودشون نشون می‌دادن. یکی از بازی‌هایی که تو این زمینه تحول خیلی بزرگ محسوب می‌شد، بازی شاهزاده پارسی یا همون پرینس بود که برای اون موقع فوق‌العاده حرکاتش طبیعی بود و ما فقط از نگاه کردن پریدن و حرکت کردن این شخصیت‌ها لذت می‌بردیم. با اومدن بازی سبودی تحول عظیمی تو صنعت بازی اتفاق افتاد. و برای امثال من که عادت کرده بودیم به بازی دو بعدی، اولین تجربه بازی سبودی که وولف 3D بود خیلی هیجان انگیز و خیلی هم ترسناک بود. دیگه فهمی کنیم خیلی واقعی شده بازی ها. بعد همینطور این بازی ها تکامل پیدا کردن، بازی دوم، دوک نیوکم و طراحان این بازی ها سعی کردن برای تنوع بخشیدن به بازی انیمیشن های متفاوتی برای شخصیت ها طراحی کنن، ولی عکس العمل شخصیت ها از بین چند انیمیشن از قبل طراحی شده انتخاب می شد. محیط بازی هم خیلی انعطاف پذیر نبود، یعنی غیر از اثر تیر که روی بعضی از دیوارا می موند و بعضی از اجسام که میتونست خراب بشه، دیگه خیلی تغییر خاصی تو محیط نمیشد. یکی از اولین بازیایی که تو این زمینه تحول اساسی ایجاد کرد، با اینکه خودش بازی موفقی نبود، بازی ترسپسر بود. تو این بازی دیگه از انیمیشن از قبل طراحی شده خبری نبود. شخصیت‌های بازی که دایناسور بودن، اسکلت بندی خاصی داشتن که هوش مصنوعی طراحی شده تو این بازی این اسکلت بندی رو حرکت میداد و بنابراین حرکات خیلی متنوع این شخصیت‌ها و این دایناسورها داشتن، اونقدر که حتی بعضی وقتا رفتار این دایناسورها طراحای بازی رو هم غافلگیر میکرد. همچنین محیط بازی هم خیلی قابل تعامل بود، یعنی برای اجسام یک جرم و حجمی تعریف شده بود و یه سری قوانین فیزیک برای این بازی تعریف شده بود که شما میتونستید با محیط اطراف یه تعاملی داشته باشید و خیلی از اجسام رو برداری پرت کنی و باشون کار بکنی. اینقدر سعی کرده بودن همه چی بر اساس قوانین فیزیک باشه، یکی از طراحای بازی تعریف میکرد که یک دری تو بازی بوده که این درست باز و بسته نمیشده تو بازی. بعد فکر میکردن که باگ برنامه نویسیه. به طور اتفاقی یه نفری که یه ذره حالا مهندسی بلد بوده در رو که نگاه میکنه میگه شما این لولاهای این در رو درست طراحی نکردید. توی واقعیت هم اگه لولاها رو تو این فاصله از هم بذارید در درست باز و بسته نمیشه. یعنی بازی داشته عکس العمل درستی از خودش نشون میداده. خلاصه این شیوه بازیسازی تکامل پیدا کرد و اصلا در موتورهای بازیسازی یا گیم انجین ها یک قسمت مخصوص طبیعی فیزیک اعمال شد و حتی رو کارت‌های گرافیک پردازنده مخصوص محاسبات فیزیکی در نظر گرفته شد. توی طراحی شخصیت‌ها این سیستمی که ترسپسر معرفی کرد، یعنی طراحی اسکلت که معروف به رگدال، توی اکثر بازی مورد استفاده قرار گرفت و به مرور زمان جزئیات بیشتری به این اسکلت بندی اضافه شد و همچنین برای حرکات این اسکلت هم از طریق موشن کپچر حرکات آدمای واقعی رو آموزش می‌دادن به هوش مصنوعی که قراره این اسکلت بندی رو حرکت بده.
مثلا تو بازی فیفا بازیکنای واقعی رو آوردن و ساعت‌ها حرکات اینها رو فیلم گرفتن و اینها رو به اون هوش مصنوعی دادن تا بتونه حرکات طبیعی‌تری رو برای اون شخصیت‌های کامپیوتری بسازه. از فیفای 2014 هم اومدن یه راهی پیدا کردن برای اعمال مقاومت هوا روی توپ و بنابراین حرکت توپ خیلی طبیعی تر و منطبق بر واقعیت شد. در طراحی محیط بازی هم به جای اینکه از اجسام صلب و بزرگ استفاده بشه به مرور اومدن از اجزای ریزتری استفاده کردن، البته نه به ریزی اتم‌های دنیای واقعی ولی خیلی جزئی تر از اون چیزی که قبلا بود و بنابراین محیط خیلی تخریب پذیرتر شد و اگه قبلا مثلا شما یک ساختمان رو خراب میکردی و این چند تیکه میشد و میافتاد زمین، ولی با این سیستم تعریف ذرات این اجزای ساختمان موقع تخریب خیلی طبیعی تر به نظر میاد. تو زمینه گرافیک ظاهری بازی هم روش ری تریسینگ یا رهگیری پرتو میاد تک تک پرتوهایی که از منبع نور ساطع میشن و به اجسام میخورن بازتابشون و شکستشون رو محاسبه میکنه و بنابراین باعث میشه که محیط طبیعی تر به نظر بیاد. هرچی قدرت پرازنده ها بیشتر میشه تعداد این پرتوهایی که میتونه شبیه سازی کنه بیشتر میشه و بنابراین گرافیک بازی طبیعی تر میشه. تو سالهای اخیر همین شیوه های قبلی هی تکامل پیدا کردن و بازی کامپیوتری دارن شبیه فیلم های سینمایی میشن. البته همیشه رعایت قوانین فیزیک تو بازی اون رو جذابتر نمی کنه. خیلی از بازی ها هستن که اصلا هیچ ربطی به قوانین فیزیک دنیای واقعی ندارن و خیلی هم جذاب هستن. حالا اینکه در آینده چه چیزی در انتظار این صنعته فقط زمان خواهد گفت. خدا نگهدار.